اسم من جیلیز. جیلیز یعنی جالیز. جیلیز اسم ایرانی است. در شاهنامه فردوسی جیلیز یعنی پالدیز. زمان قدیم که عربا به ایران حمله کردن، بعضی کلمه عوض شد. عربا په نداشتن، برای همین پالدیز شد جالیز. با اجازه شما میخوام برای شما شعر بخونم، شعرهای زیبای فارسی. حالا براتون یه شعر میخونم از گلستان سعدی. گلی خوشبوی در حمام روزی رسید، از دست محبوبی به دستم. بدو گفتم که مشکی یا عبیبی، که از بوی دلاویز تو مستم. به گفتا من گلی ناچیش بودم، ولیکن مدتی با گل نشستم. کمال همنشین در من اثر کرد، وگرنه من همون خاکم که هستم. حالا یه شعری میخونم از مولوی. دلا نزد کسی بنشین، که او از دل خبر دارد. به زیر اون درختی رو، که او گلهای تر دارد. نه هر کلکی شکر دارد، نه هر زیبی زبر دارد. نه هر چشمی نظر دارد، نه هر برهی گوهر دارد. مال مولوی. من برای شما یه شعری میخونم از حافظ. با اجازه شما اول آب بخورم، بعد شعر حافظ رو میگم. درخت دوستی بنشان، که کام دل به با آرد. نهاد دشمنی برکن، که رنج بیشمار آرد. حالا برای شما یه شعری میخونم از عارف قزوینی در باره آزادی. درباره آزادی و آدمایی که درباره آزادی تلاش میکنن، مثل چگوبابا، جاندار و سیاوش در شاهنامه و ستارخان. شعر از عارف قزوینی. از خون جوانان وطن لاله دمیده، از ماتم سر و قدشون صرف خمیده. چه کچ رفتاری ای چرک، چه بادکرداری ای چرک. سرکین داری ای چرک، نه دین داری نه آئین داری ای چرک. مجسمه ویلم یانسنه. ویلم یانسن نقاش هلنده. من که اولین بار مجسمه ویلم یانسن رو دیدم، برف اومده بود. حالا میخوام برای شما یه شعری از برف بخونم. این شعر از احمد ساملو. برف نو، برف نو، سلام سلام، بنشین خوش نشستای بر بام. شادی آوردی ای امید سپید، همه آلودگیست این ایام. حالا میخوام برای شما یه شعری بخونم از پروین اعتصامی. پروین اعتصامی یه زنیش از ایان. حالا میخوام برای شما اون شعر بخونم. سیب یک روز تنه زد به پیاز، که تو مشکین چقدر بدبوی. گفت از عیب خویش بیخبری، زین و از خلق عیب میجویی. تو گمان میکنی که شاخ گلی؟ سیب یک روز تنه زد به پیاز، که تو مشکین چقدر بدبوی. گفت از عیب خویش بیخبری، زین و از خلق عیب میجویی. تو گمان میکنی که شاخ گلی؟
به صف سر و لاله می روی، خیشتن بی سبب بزرگ نکن، تو هم از ساکنان این کوی. حالا من میخوام برای شما شعری بخونم از فردوسی. میازا موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. حالا یه شعری میخونم از بوستان سعدی. تن آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و زبان و گوش و بینی، چه میان نقص دیوار و نشان آدمیت. من میخوام برای شما آخر شعر بخونم. ببخشید شما رو خسته کردم. این شعر از مولویست. از محبت خارا گل میشود، از محبت سرکا مل میشود، از محبت تلخا شیرین شود. خدا حافظ. پادشاهی بود، اسمش بود زوس. این زوس آدم خیلی بدی بود. این میخواست نور رو از زمین ببره تو آسمون که همه جا تاریک بشه. بعد فردا صبح یه انسان خوبی بود، اسمش بود پرومته. این پرومته این نور رو از آسمون برد تو زمین، همه جا روشن شد. بعد زوس خیلی ناراحت شد، به سردید گفت پرومته رو تسکیب کنیم. بعدی پرنده هم بود، اسمش بود عقاب. اون وقت زوس پرنده گفت برو قلب پرومته بخور که او عبادت کن و او همیشه عزت کن، که دیگه بفهمه که این کار خیلی زشت بود که پرومته کرد. پرومته سیکنجه شد، ولی پرومته به زوس گفتش که شما دیگه نمیتونی این نور رو از زمین ببری تو آسمون، چون من این کارو کردم، همه آدم ها آزاد شدن، راحت شدن. و یادم بگم این قصه پرومته زنجیر ایشیل نوشته. خدا حافظ تا قصه بعدی.